مروری بر مهمترین تحولات مربوط به درگیری‌های اسرائیل و حماس تا این لحظه. اسرائیل مرز با غزه را که شبه نظامیان حماس روز شنبه از آن عبور کردند را بسته است. نیروی هوایی اسرائیل میگوید 200 هدف را در طول شب در نوار غزه هدف قرار زده است. عصر دوشنبه حماس هشدار داد اگر حملات هوایی بدون اعلام قبلی ادامه یابد، گروگان‌هایی را که از اسرائیل گرفته بود خواهد کشت. ارتش اسرائیل به مردم غزه توصیه کرده که از طریق گذرگاهی که توسط مصر کنترل می شود این شهر را ترک کنند، اما بعداً گفته شد که این گذرگاه بسته شده. با قطع شدن برق و آب و توقف ارائه سوخت به غزه، صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف خواستار ایجاد یک کریدور بشردوستانه به داخل و خارج این شهر شده است. اسرائیل میگوید از زمان آغاز حملات در روز شنبه جسد 1500 شبه نظامی فلسطینی را پیدا کرده است. هشدار حماس به ساکنان شهر اشکلون برای تخلیه شهر. حماس ضمن تهدید درباره حمله به شهر اشکلون در اسرائیل به ساکنان این شهر هشدار داده تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی این شهر را تخلیه کنند. این هشدار در کانال تلگرام منتسب به حماس منتشر شده است. همزمان آژیر خطر و هشدار حمله موشکی در تل آویو به صدا درآمده است. ارتش اسرائیل میگوید طی 4 روزی که از آغاز حملات گذشته بیش از 4500 موشک از غزه به اسرائیل پرتاب شده است. دفتر شبکه العالم ایران در غزه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. خبرگزاری تسنیم به نقل از معاونت برون مرزی صدا سیما هدف قرار گرفتن دفتر شبکه العالم ایران در غزه را تایید کرده است. ساختمان العالم در منطقه حیرالرمال غزه واقع شده است. تسنیم گزارش داده در پی این حمله فعالیت دفتر شبکه العالم در غزه به طور کامل متوقف شده است. بر اساس این گزارش هیچ یک از کارکنان و پرسنل این مرکز در حمله آسیبی ندیدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این ساختمان آسیب جدی دیده است. نیروهای دفاعی اسرائیل از تداوم حملات هوایی به غزه برای هدف قرار دادن حماس خبر دادند. این نیروها گفتند از نیمه شب حدود 200 نقطه را در غزه هدف قرار دادند. پیشتر سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل گفته بود ارتش این کشور در حال ایجاد زیرساخت برای عملیات‌های نظامی آینده است و 35 گردان در مرز با غزه مستقر هستند. انتظار می‌رود اسرائیل در پاسخ به حملات حماس عملیات زمینی بزرگی را در غزه آغاز کند. بنیامین نتانیاهو دیروز گفته بود حملات هوایی به غزه فقط شروع ماجرا است. حماس می‌گوید تا زمانی که جنگ ادامه دارد در مورد گروگان‌ها گفتگو نخواهد کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس میگوید تا زمانی که درگیری به پایان نرسیده این گروه درباره گروگان‌ها با اسرائیل مذاکره نخواهد کرد. او گفته به همه طرف‌هایی که در مورد اسیران دشمن در دست مقاومت با ما تماس گرفتند اطلاع دادیم که این پرونده قبل از پایان نبرد باز نخواهد شد و آن هم فقط به قیمتی صورت می‌گیرد که مقاومت آن را بپذیرد. اسرائیل تخمین زده که حماس بین 100 تا 150 نفر را که روز شنبه در جنوب اسرائیل روبوده شدند را در اختیار دارد. فرانسه تقدیر ایران از حملات حماس را غیر قابل قبول خواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم آلمان تقدیر ایران از حملات حماس علیه اسرائیل را غیر قابل قبول خواند و در این حال گفته که فرانسه در حال بررسی نقش مستقیم ایران در این حملات است. مکرون گفته من هیچ نظری در مورد دخالت مستقیم ایران ندارم چون مدرک رسمی برای آن نداریم، اما واضح است که اظهارات عمومی مقام‌های ایرانی غیر قابل قبول بود و این احتمال وجود دارد که حماس پیشنهاد کمک دریافت کرده باشد. او همچنین گفته اما تا زمانی که اطلاعات را تثبیت نکنیم در این مورد مراقب خواهم بود. در این کنفرانس خبری رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان بر حق اسرائیل درباره دفاع از خود در برابر حملات در اراضی خود تاکید کردند. اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حالی است که امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت ایران در این حمله را رد کرده و گفته این حمله کار فلسطینی هاست. تعداد کشته شدگان فلسطینی به 770 نفر رسید. مقام‌های بهداشتی در غزه میگویند تعداد کشته شدگان فلسطینی از زمان آغاز درگیری‌ها به 770 نفر رسیده است. بر همین اساس گفته شده حدود 4100 نفر هم مجروح شدند. سازمان ملل تاکنون 187 هزار نفر در غزه آواره شدند.
بنابر اعلام سازمان ملل، از زمان آغاز حمله حماس به اسرائیل در روز شنبه بیش از 187 هزار نفر آواره شدند و انتظار می‌رود این تعداد افزایش یابد. این سازمان همچنین گفته 137500 نفر از ساکنان منطقه در 83 مدرسه سازمان ملل اسکان داده شدند. گفته شده به دلیل بسته شدن مراکز توزیع غذای سازمان ملل، این هفته حدود 500000 نفر در غزه قادر به سهمیه غذای خود نیستند.